أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، ومناء دعوته، وقادة ألويته، ووزراء دولته، وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين لخيلة هذه الأمة، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم کسانی را که امروز با احیای سنت نبوی در روز پنجشنبه یعنی روزه گرفتند و هر سنتی که زنده شود بدعتی را میمیراند و برعکسش هم درست، خداوند از اونها بپذیرد. امشب که جمعه، فردا روز جمعه که بهترین روز سال و ماه و هفته می باشد، خداوند به ما و شما و به همه مسلمین توفیق ادای آداب و سنن و فرایض و فرض عین را که نماز جمعه باشد عطا بفرماید، و اون کوردلانی را که و اون دجالان و امام تراشانی را که هنوز به خاطر چپوندن امامی دروغین به ته چاه همه احکام اسلام را، احکام اصیل اسلام را تعطیل کرده اند با شلاتانی، با مکر و فریب و نیرنگ، و بدین وسیله کلیسا و کنیست و آتشکده رو در لباس و روحانیت تشیع زنده کرده اند و با هیچ دینی جز اسلام هم نجنگیدن در طول تاریخ ننگینشون، خداوند اونها را هدایت کند و ملت ما را از شر این شروران، این منافقان، این لشکریان دجال، کشور ما را از شر و شرارت اینها بیرون بیاورد. و از خداوند متعال تقاضا دارم که آنچه را که برای اصلاح خیش قبل از دیگران، برای اصلاح این نفس سرکش و گناهکار قبل از دیگران، و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است،
خداوند جل جلاله و عم نواله به فضل و منت خودش آن را بر قلب و فکر و زبان این بنده مسکین جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی، به درستی، به انصاف، به عقل، بدون پیشداوری های سابق، بدون تعصب های جاهلیت قومی و ملی و زبانی و بقیه تعصب هایی که انسان ها را متفرق می کند به سخنان گوش کنید و بهترینش را برگزینید. کسانی که چنین صفتی دارند، یعنی به شخصیت خود احترام قائلند، چشم گوششون آخوند فریبکار و کشیش فریبکار و خاخام و ربای فریبکار نیست، بلکه خود میشنوند و خود گوش میکنند و چشم گوش خود میبینند و میشنوند و با عقل خود قضاوت میکنند. خداوند چنین افرادی را اولول الباب خردمند نامیده و به پیامبر عظیم و شانش دستور میدهد که بشارت بده به کسانی که سخنان را میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن همچنان که تاجدار رسول میفرماید سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند جل جلاله و عم نواله رسیدیم به آیه شریفه سیوم از سوره مبارکه النحل. تلاوتش را بشنوی، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. چپرسیده گردد که یکتا خدا چه آیاتی آورد بهر شما؟ بگویند اندر کتاب مجید به ما نیک آیاتی از او رسید، کسانی که کردند کار نکو که بودند خوش سیرت و نیک خو، به دنیا بیابند نیکی سزا، به دار البقا نیز نیک و سزا، به دار البقا نیز نیک و سرا، مجلل بود خانه متقین، چه نیک و سرایی است بر اهل دین. للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا. وقتی که از متقیان، از پروا پیشگان، از اهل تقوا که متاسفانه تصوف غالی بعضن حتی و تشیک من باب اولا معنی تقوا را به چیزهای که در بدعتهایی که در خود گنجاندن ملابس کرده اند، لیکن قرآن مثل خورشید می درخشد. للذین اتقوا، اونهایی که پروا پیشند، از خدا ترسند، نه قبر ترس، نه پیر ترس، نه قلندر ترس، نه امام ترس، نه امام زمان ترس، اینها همه بود کده. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم، وقتی که به
کسانی که از خدا میترسند سوال میشه که پروردگارتون چی نازل کرده؟ قالو خیر را میگویند که خیر نازل کرده. اگه بخوایم قرآن رو در یک جو کلمه خلاصه کنیم همین کلمه خیره. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، کسانی که در این دنیا احسان کردند، نه اینکه مردم کشتند، نه اینکه به نام امام دنیا را فاسد کردند، نه اینکه به نام امام و امامت کل دین و ملوث کردند، چنان ضربه ای به دین زده اند که همه دشمنان اسلام مجتمعا به نام خودشون نتونستند بزنند، لیکن به نام مدعیان تشیع تونستند. برکت ریم کنترلشون دست اونهاست، چون کنترل فکری و سیاسی. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه ولدار الآخرة خیر، هنوز سرای آخرت بهتره. و چه جایگاهیست داره پروپیشگان؟ در چند درس گذشته اگه یادتون باشه، در چند آیه گذشته مناظر و مشاهد اهل کفر و اهل نفاق و قرآن همش ترسیم میکرد که در روز قیامت چطور گرفتار عذاب میشن. اما در این پرده جدید نمایش های پرده های از اهل ایمان میاره، ایمان توحیدی نه ایمان شرکی. هر ایمانی که امام یا پیر یا پاتال یا قلوهای مدعیان تشیع و تصوف را به جای خدا بنشوند، اون ایمان شرکی است، توحیدی نیست، قرآنی نیست. اینا یک پرواپیشی بودن، متقی بودن، خداوند یه دیدی بیشون میده، هم دید بصری که به همه میده و هم دید قلبی. و رضا قرآن میفرماد که افلم یسیرو فی الارض و تکون لهم قلوب یعقلون بها، آیا در زمین گردش نمی کنند، آیات خدا را نمی بینند تا با دلهاش دلهایی داشته باشند که با این دلها بفهمند، تعقل کنند. او آذان و یسمعون بها، یا گوشهایی که با اون بشنوند. وقتی آدم آیات خدا رو نبینه یا آیات خدا رو به بندگان خدا بده، کور میشه، کر میشه. عیسی رو به جای خدا بنشونه، علی و آل بیت علی رو به جای خدا بنشونه، آل هارون رو وقتی که یهودی بودند به جای خدا بنشونه و هکذا. دلش کور میشه، برکه دلها دست خداونده. فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. کوری کوری چشم نیست، کوری کوری دل کوری است، دلهایی که در سینه ها وجود داره. همچنان که در سوره مبارک حج آیه 46 تفاوت موحدان، تفاوت ایمان توحیدی، تفاوت ایمان راستین با ایمان دروغین، با ایمان خرافی، با ایمان شرکی، با ایمان امامتی، با ایمان ولایتی، با ایمان خروپوپ های درویشان و قلندران و اغراب خوران و مار خوران و بقیه در چیه؟ اینه که ایمان توحیدی به انسان دیدگاه درست میده، نظر درست میده، دید درست میده، بینش درست میده. هر کدوم از من و شما در کل کره زمین، هر کدوم از من و شما یک بینش داریم. با این بینشی که داریم، با این دیدگاهی که داریم، با این فکری که داریم، موضعمون راجع به هر چی که در اطرافمون مشخص میکنیم. با این بینش، با دیدگاهی که داریم، با فکری که داریم، این یا سبب استقامت میشه
یا سبب انحراف میشه یا سبب رحمت و محبت میشه یا سبب قصاوت و شکنجه و قتل و کشتار میشه. با این دیدگاه انسان مستقیم میشه، منضبط میشه یا بی قید و بند میشه. پس مدار و محور بر بینش انسانه. اگر بینش درست باشه، درست مثل چشم، شما وقتی چشم باز میکنید تو راه چاله نمیفتید. چشم وقتی پرده داشته باشه، نابینا باشه، خدا نکرده راه درست نمیبینه، کور که باشه هیچی، خدای پناه بر تو. و وقتی که دیدگاه درست نباشه، بینش درست نباشه، یا منحرف باشه، یا اشتباه باشه، اون موقع عمل کرده انسان هم اینچنین میشه. وقتی که عمل انسان، رفتار انسان منحرف باشه، انسان هلاک میشه. چطور چشم ببندی بدوی بیفتی تو چاه؟ نابینا رو دیدی شما مطابق دو بده مثلا در خیابان شلو؟ قطعا میفته. و هر انسانی در کره زمین خودشو دوست داره، این فطرت انسانه. هست انسانی که از خودش بدش بیاد میگه که مریض باشه، همونی که دوستم، همونی هم که از خودش بدش میاد، بعضی از نواهای بدش میاد، که دستو میبرن نمیذاره، اش سیری بزنی از خودش دفاع میکنه. فطرت انسانی که خودشو دوست داشته باشه. و اقیم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. همشه در سوره شریف روم آیه 30. با این دین مستقیم باش. این دین برای استقامت آمده. دینی است که حنیفه، یعنی از شرک دوره، متمایل به شرک نیست، خیلی حساسه رو شرک، برای خداوند شرک نمیپذیره، نه شراکت عیسی رو میپذیره، نه شراکت موسی رو میپذیره، نه شراکت امام ها رو میپذیره، امام های زورکی جعلی که شیعه درست کرده، نه شراکت بزرگان، هیچ شراکتی نمیپذیره. به قول سعدی علیه الرحمه چه جمله زیبایی میگه، میگه ده درویش در گلیمی بخسبند، دو پادشاه در ملکی نگنجند. ده درویش من میخوام، اما دو پادشاه، هر کسی پادشاهی بر خودش میخواد. وقتی انسان چنین باشه، خدای این هستی شریک میپذیره، یک پادشاه حاضر نیست که شریک با دو نفر پادشاهی رو تقسیم کنه اگه قدرت داشته باشه، حتی با فرزندش حاضر نیست. فاقیم وجهک للدین حنیفا، خودتو با این دین مستقیم بگردان، با این دینی که بدور از شرکه. این فطرتی است که خداوند همه مردم رو برش آفریده، خودشو دوست داشته باشه، یعنی لا تبدیل خلق الله، ذلک دین القیم، دین درست، دین راست اینه، ولیکن اکثر مردم نمیدونن. همه من شما در سرشتمونه که خودمون رو دوست داشته باشیم، در سرشتمونه که بر سلامتی خود کوشش کنیم، در سرشتمونه که دوست داریم که پیشرفت کنیم، به بزرگی برسیم، به سعادت برسیم، دنبال خیر بریم، خیر رو دوست داشته باشیم. همه اینا فطرته. یعنی نیازی نداره که شما انسانی رو به این تربیت کنید که مواظب باش دستو نبری، خودش میدونه. اینو بچه کوچک، نه بچه کوچک ممکنه دستشو ببره چون عقل نداره. فطرت الله التي فطر الناس عليها، همه بنو البشر، همه فرزندان آدم در هر جای دنیا، خداوند اینها رو بر یک سرشت آفریده، بر یک تینت آفریده. خوبی رو دوست دارن، بدی رو بدشون میاد،
لیکن محیط که انسان رو گمراه میکنه یا نه. و مردم همچنان که حدیث نبوی است بر فطرت متولد میشن، بر خداشناسی متولد میشن، یولد المرء الفطره، لیکن پدر مادرشان که او رو مجوسی میکنند، یهودی میکنند، مسیحی میکنند، و الا همه انسان ها بر خداپرستی، بر توحید متولد میشن. شو یه انسانی در صحرا بگذار، این مسیح پرست نمیشه، عیسی پرست نمیشه، امام پرست نمیشه، باش حرف بزنید به توحید تو دلش هست، اصلا فقط روشن کردن میخواد. یا داود، ذکر عبادی به انعامی علیهم، ای داود بندگانم را تذکر به نعمت های من بده، فان النفوس جبلت على حب من احسن الیها، بلکه نفس ها بالفطره کسی که او رو بهش احسان کرده باشه دوست دارن. این از سرشت انسانی که ذاتش رو دوست داشته باشه، بر سلامتی خودش کوشش کنه، بر خودش خیرخواه باشه، دنبال مصالحش باشه، یک انسان نیکوکار که براش نیکی کرده دوست داشته باشه، کسی که براش بدی کرده بدش بیاد، اینا فطرت انسانه. بر مبنای این فطرت انسان به شر و شرارت و بدی و گمراهی نمیفته مگه اینکه اونو برعکس ببینه. شما هیچ دینی بگی مشرک قبول نمیکنه، من مشرکم. بنده در تلویزیون های حدود 20 سال قبل، تازه آمده بودم 25 سال قبل، به تلویزیون های مسیح پرستان زنگ میزدم، گفتم آقا شما مشرکی، چرا عیسی رو با خدا شریک میکنی؟ اصلا علنا میگن عیسی سه خدایی هست، یعنی عیسی جزی از خداست، شرک ما غیر از این دو شاخ دوم داره؟ میگه نه 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 ما مشرک نیستیم. آقا عیسی پرسته، میگه نه نه ما مشرک نیستیم. امام پرست رو بگی میگه ما مشرک نیستیم، بت پرست رو بگی ما مشرک نیستیم. بر مبنای فطرتی که انسان داره تو چاه نمیفته، تو گمراهی نمیفته مگه اینکه اونو خیر ببینه. بلکه انسان اگه بدی رو بد ببینه، شر رو شر ببینه، انجامش نمیده که. اگه خیر رو خیر ببینه فوری میره سراغش. این فطرت انسانیه. درست میشه که انسان گرسنه میشه میره دنبال غذا. خب در امور دنیا مردم معمولاً عاشق مصالحشون هم سوال میکنن، مشورت میکنن، دقت میکنن، امتحان میکنن، مقارنه میکنن و برای اینکه مثلا در یه تجارت ضرر نکنن، برای اینکه مالشون رشد کنه، یا برای سلامتی خودشون. خب اگر همین اسلوب و همین اسلوب عاقلانه رو که در امور دنیا به کار میبرن در مورد آخرت به کار میبردن، همین روش ساده‌ای که عرض کردم، هم در دنیا و هم در آخرت موفق میشدن. اینهایی که در مورد دین بزرگ میشن، برتر میشن، همونانید که رو به سوی خدا کردن. وقتی انسان رو به سوی خدا میکنه، خدا من یه نوری در دلش میتابانه، با این نور، با این نور ایمانی، با این توحید، خیر و خیر میبینه، شر و شر میبینه. چرا؟ چون این نور دلشون رو روشن میکنه. ولذا پیامبر اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام که خداوند او رو پزشک قلب ها قرار داده، می فرماید که صلات و نور، نماز نوره،
در حدیث که ما مسلم روایت میکنیم و موسی اشعری این حدیث روایت میکنه رضی الله عنه. خب مؤمن در دلش نوری هست که با این نور حرام و حرام میبینه، حلال و حلال میبینه. شما فرض کنید شخصی رو که یه مبلغ بزرگی رو بهش عرضه میکنن، خیلی هم نیاز داره، میگه نه به خدا، نه به خدای کعبه، کسام این پولو بردار برو، خداوند غنیه، نافرمانی خدا بکنم برای اینکه چهار قرون به من بدی. خداوند مولانا عبدالعزیز رحمت کنه در زاهدان در خیابان شاپور یک ساختمان خیلی قدیمی بود. برادرای پاکستانی که قبلا اونجا کار میکردن اونجا یه مسجد درست کرده بودن. این مسجد کهنه در زمان شاه بود، هنوز بود، قابل استفاده نبود ولی چون کل ساختمان کهنه بود، از شهرداری اومدن و هر کار کردند که ایشون فتوا بده که بتونیم این مسجد خراب کنیم. گفت نه، مسجد باید مسجد باشه. اونا طبق مولایان خودشون سبیلاشون چرک کنید، فتوا که فتوا هزار تا فتوا میدن. مثل صاحب مراجعات وقتی انگلیس بهش فتوا داد، وقتی که 400 پوند یا لیره ذهبی انگلیس بهش داد، فتوا به نفع انگلیس داد. وقتی عثمانیان 1000 پوند بهش دادن، فتوا به نفع عثمانیان داد. آقا سیستانی از من شما دور نیست، با 200 میلیون دلار رشوه ببینید چی کار کرد، عراق و ایران کرد که لعنت خدا بر او و بر همه ایران کنندگان باد. یه روز شهردار میاد، یه شهردار یا نماینده شهردار نمیدونم، یه سامسونایت داره پر از پول که شاید بتونن این فتوایی ازش بگن. مولانا بهش گفت که این وردار قبل از اینکه رسوات کنن. اون البته آدم شناس بود، یعنی همیشه حرمت مردم نگه می داشت و این یکی از بهترین شگردهاش بود، بهترین صفاتی که انسان میتونه داشته باشه، مردم دار بود. یعنی این گفت که قبل از که رسوات کنم این پول رو بردار، اینو بردار. میتونست زنگ بزنه به رئیس ساواک و رسواش کنه مثلا. بعد مسجد سر جاش موند، حتی بعد اونجا پارک شد، در گوشه پارک مسجد درست کردن، یه گوشه از بکنم خیابان شاپور باشه یا من الان سال هاست از وطنم دورم، خدا من لعنت کند خامنه‌ای و امثال خامنه‌ای را که ما را از وطن خود دور کردند. اصلا اینه که وقتی دیدگاه انسان درست باشه دیگه هیچ چیز روش تاثیر نمیذاره. نشانه مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. مقصودم این شعر نیست، شعر دیگریه. تو شمشیر هندی لهی بر سرش، بله شعر به این معنا. خب چرا گرفتار این لغزش ها رو که الان در این رژیم خیلی روشن میبینیم مرد مؤمن نمیخوره؟ برکه دیدگاهش درسته. اما کسی که دنبال ماله، مال حرامه، از هر راهی بیاد، از هر روشی دیگه براش نه دینی میمونه نه ارزشی میمونه. چرا این کارو میکنه؟ برای که دیدش خرابه. اینه که انسانی رو میکشه که مالشو بگیره، برای که بینشش خرابه.
چرا چون این جرمی رو انجام میده؟ برای که بینشش خرابه، دیدگاهش خرابه، ایمانش خرابه. مرزا پیامبر اکرم علیه السلام از 23 سال عمر مبارکش در رسالت 13 سالشو فقط در راه اصلاح بینش و ایمان انسانها گذراند. حضرت یوسف علیه و نبی نسات و سلام یه جوانیه، بردهیه، بردش کردند خاطر حسد برادرانش. تا بدونید که حسد چه کارها میکنه. و کل دی نعمت محسود، هر کسی که نعمتی داشته باشه مورد حسد قرار میگیره. بلازه انسان باید روزانه معوضات رو بخونه بعد از هر نمازی. همسر فرعون که خانم درجه یک کشور به اصطلاح خانم شماره یک زیبا رو هم هست، خودش عرضه میکنه بر یوسف. هم منصب داره، هم جمال داره و همه مطیعشان در قصر. یوسف پیشش برده، نوکره، جوانه، غریبه، ازدواج نکرده، مجرده، در خانهشه، تابع امر و نهیشه و این خانوم اصلا مصلحتش نیست که این خبر منتشر بشه. شوهرش هم ضعیف و شخصیته. 10 مورد یک جا جمع که یوسف جوان خوشرو استجابت کنه. و این حال قرآن می فرماید و راودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. در حرب است مش میگه بیا بیا به طرفا. در چنین حالتی هر انسانی اگه با خدا نباشه دیوانه میشه، به اصطلاح عوام مست میشه. یوسف چه میفرماید؟ قال ما عاد الله، پناه بر خدا، انه ربی، او پروردگار منه. یا او بسته که این داره که ضمیر رو به کجا بکشونیم، یا او صاحب منه، احسن مثوایه، منو نیکوجایی داده. انه لا يفلح الظالمون، ستمگران رستگار نمیشن. اینجا یوسف این حرف میزنه، چی بینشی داره؟ دیدگاهش چیه؟ میخوام این عرض کنم که هر عملی، هر عمل کردی و هر عمل نکردی مبناش چیه؟ دیدگاه انسانه. هیچ کدوم از من شما عملی رو انجام نمیدیم یا انجام میدیم مگر بر مبنای دیدگاهی که داریم. خب این دیدگاه، این بینش، این رؤیت ممکنه درست باشه که اسمش هدایته و ممکنه نادرست باشه که اسمش ضلالته، گمراهیه. اونی که بهش میلیون ها رشوه عرضه میشه نمیگیره. چرا نمیگیره؟ نیاز هم داره، چه بسا که فقیر هم باشه، چه بسا که مستمند هم باشه، برای که میدونه اعتقادش اینه، رؤیتش اینه، بینشش اینه که امور همش دست خداست. رزاق خداونده و بس، قدرت دست اوست و بس. اگر مال حرام بخوره
خداوند خودش رو به مالش طرف میکنه، دیدگاهشه، ایمانشه. ولذا رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام فرماد که انك لن تدع شيئا لله عز وجل الا ابدلك الله به ما هو خير لك منه. يا ان روايه امام احمد در روايه ديگه من ترك شيئا لله ابدو خيرا منه. شما چیزی رو به خاطر خدا ترک نمی کنید مگه اینکه خداوند بدیل بهتری، عوض بهتری بهت از اون بهت میده. یک قانون عجیبیه، قانون طلاییه. خداوند وقتی که انسان بده یعنی انسان حیران میکنه، بلکه اسمش موتیه دیگه. سوال نمیکنه چی میخوای چی نمیخوای، بلکه خداوند کریمه، بخیل نیست، بردباره، عجول نیست. همه این دیدگاه ها در بینش یک انسان واضحه، روشنه وقتی که رشوه بهش داده میشه، وقتی که حرام بهش عرضه میشه انجام نمیده. یه مثال، چرا پزشکان دستاشون رو بیشتر از دیگران میشورن معمولا، بخصوص قبل از غذا؟ برای اینکه پزشک از خلال میکروسکوپ میکروب ها رو میبینه، مریضا رو میبینه که چطوری امراض متعدد بهشون سرایت کرده. این مریض فلان میکروب داره، اون مریض فلان میکروب داره. این بینش پزشک، این دیدگاه پزشک از حقایق امور که به وسیله میکروسکوپ اونها داره میبینه، این سبب میشه که راجع به تمیز کردن دستهاش یا مسواک زدن یا نه مبالغه بکنه. چرا؟ چون به چشم سر دیده. خب ما همه انسان ها، ما همه فرزندان بنی آدمی و همه بشر از روزی که قدم روی این زمین گذاشتن تا روز قیامت، خدا اونها رو برای یک سرش گذاشته که بر خودشون خیر رو دوست دارن، سلامتی رو دوست دارن، جاودانی رو دوست دارن، پیشرفت رو دوست دارن. فطرت انسانه. و وقتی فطرت انسانه، چطور انسان عملی رو انجام میده که خودشو ویران کنه، خودشو بدبخت کنه، مثل خودکشی یا بقیه کارهای ویران کننده؟ انسان وقتی که خودشو ویران میکنه و خودشو نابود میکنه، برای که دیدگاهش اینه که این کارش درسته. مثل مستای هیدر پرست که چپ و راست میبینند و راست و چپ میبینند، بالا رو پایین میبینند، پایین و بالا میبینند، مثل انسانی که مسته، لوله. اینه که دنیا رو همه چیز میبینند، مال رو همه چیز میبینند، لذتهای دنیاوی رو همه چیز میبینند، مرگ رو دور میبینند. آقا بعد از مرگ چیزی نیست، اینجوری فکر میکنن. یا شفیعان دروغین میسازن که آخوندهای دجال و کذابشون براشون ساختن، همه کارشون کردن، این شفیعان وساطت میکنن و هیچ فرقی هم نمیکنه که این شفیعان در لباس غلو در یهودیت باشه، در مسیحیت باشه، در تشیع باشه، بعضا در تصوف باشه، هیچ فرقی نمیکنه. آثار معصیت یکیه، آثار گمراهی یکیه، اسمها خداوند با اسمها سر کار نداره. چون این دیدگاهی باعث میشه که انسان گرفتار گناهان بشه، اموال مردم بخوره، طغیان کنه، خودشو ولی سفیه ولی فقیه مردم قرار بده. چون دیدگاهش اینطوری، مردم یتیم بدونه، مردم بی سرپرست بدونه. و از مذاهب زاله که در رأسشون مدعیان تشیع باشن، قبل از هر چیزی دیدگاه مردم رو ویران کردن،
ایمان مردم رو فاسد کردن، دین مردم رو فاسد کردن. تا این درست نشه ایران درست شدنی نیست. این خلاصه تجربه این بنده ناچیزه. وقتی که انسانی که طغیان میکنه، مالخوری میکنه، دنیا رو همه چیز میبینه، چرا دیگران شکنجه میکنه؟ بلکه رویتش اینه که کار خوب میکنه. ولذا این دیدگاه بد، چه ولایت فقیه باشه، چه ولایت شاهنشاه باشه، چه هر حکم طاغوتی باشه، باعث میشه که انسان ها دچار بدترین جرم ها بشن. فرق نمی کنه که در هند باشه مسلمان کشی، یا در چین باشه، یا در گوانتانامو باشه، هیچ فرقی نمی کنه به چه اسمی باشه. مادام که دیدگاه خرابه، هر جنایتی انسان انجام میده. اینی که میره خودشو منفجر میکنه که دیگران بکشه و خودش بره بهش، این دیدش خرابه، بینشش خرابه. چه به لباس خوارج باشه، چه به لباس روافض باشه، چه مهم اینا نیست. مادامی که دیدگاه خرابه، گرفتار هر معصیتی انسان میشه. ولذا بزرگترین دشمن انسان نادانی انسانه، جهل انسانه. بارها بارها عرض کردم همه مذاهب زاله، مذاهب زاله که با سیاست بازی، با فریبکاری، با مکر پیروانشون رو مقلد خود کردن، مرید خود میکنن، همه اینها جاهل پرورن، نادان پرورن، به جاهل و نادان نیاز دارن. یکی از راه درویشی، یکی از راه پیری و مریدی، یکی از راه مرجعیت، یکی از راه بهاییت، یکی از راه پاپ بودن، یکی از راه خاخان بودن، فرقی نمیکنه در چه دینی باشه. هر مذهبی، هر دینی که پیروانش رو جاهل پروران، را سوی جهنم انسان میبره. ولذا پیامبر خدا میفرماد که من و پیروانم با بصیرت، با دانایی، با علم، با دانش مردم به سوی خدا دعوت میکنیم. یعنی پیروان من باید اینطوری باشن. و همه مذاهب زاله در رأسشون صفیونیسم، کارخانه جاهل سازی هن. با این جاهل سازی ها دنیا را فاسد کردن، تروریسم را انداختن، اسلام را بدنام کردن، و فرزندانشون که از اسلام گریخته هن، اونا فکر میکنند که اونا هم همین ها فکر میکنند که این اسلامه. ورزا بزرگترین دشمن انسان اینه که به حقایق جاهل باشه. کدوم یک از من شما وقتی بدون یه چیزی آلوده سبب امراض خبیث میشه، یه غذایی، یه میوهی، هیچ عاقلی آیا اونو میخوره؟ هیچ کسی. برکه فطرت من شماست. کدوم یک از من شما یه غذایی رو که آلوده به مثلا اشعه اتمی باشه میخوردش؟ هرکس از گرسنگی بمیره هم نمیخوردش. برکه فطرت انسان اینطوریه. کدوم مریضه که در لبه مرگ باشه باز نصیحت پزشک رو گوش نکنه؟ امکان نداره. ولی صاحب موضع هر انسانی راجب خداوند، راجب اعمال، راجب ربا، راجب کار، راجب کسب مال، راجب همسایش، راجب همسرش، راجب مادرش، راجب خرید فروشی که درش شک شبهه وجود داره، راجب همکاری با رژیم شرک و جنایت، با رژیم طاغوتی، اینکه تاییدش کنید، مردم رو تشویق به شرکت در انتخابات کنید، به جلسات وحدت برید، و اسم چنین اعمال ننگینی رو اعتدال بگذارید، و هزاران مثال دیگه. این بینش شما رو مشخص میکنه.
دیدگاه شما رو مشخص میکنه. ایمان به عمله، به ظاهر نیست، به امامه نیست، به عبا نیست، به لباس نیست. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید خداوند جسم ها و شکلاتون رو نگاه نمیکنه. ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. به دل هاتون نگاه میکنه و عملتون نگاه میکنه. همه اینها، همه عمل کرده ها مشخص کننده بینش و ایمانته و برعکسش هم درسته. اگر بینش درست باشه، ایمانت درست باشه، خوشا به حالت. و اگر بینش و ایمانت منحرف باشه، بدا به حالت. که واقعیت ها خودش دلیل اضافی است برای درستی یا نادرستی هم مردم رو تشویق کنی به همکاری با رژیم، بعد از مدت سیلی بخوری. این یه واقعیت دیگه. هر کسی که مردم رو راضی کنه بر ناراضی خداوند، خداوند همون مردم و همون شخص و همون رژیم رو برش مسلط میکنه تا بدونه که حق از باطل جداه، ادبش میکنه. نور خداوند عز و جل اگر در قلبت افتاد، بخصوص از راه نماز، صلات و نور، نماز نوره، خداوند چون این نمازی رو نصیب من شما بکنه، این نور که خداوند از راه نماز و از راه استقامت در دل انسان میندازه، این بینش انسان رو درست میکنه. اما این که دین رو در خدمت طاغوت بذارید، ضحاکی چون خامنه‌ای رو به نام اعتدال تایید کنید، در جلساتش حاضر بشید، بعد از اینکه بلوچستان و کردستان رو با آتش بسته بازم برید جلساتش حاضر بشید، چون این اعتدالی بهانه بیش نیست. و چون این کسانی دنیا و آخرت خودشون رو خراب کردند و خراب میکنند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صل الله على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین.